عزیزان گرانقدر، موضوع امروز ما درباره دعا، مرتبت دعا و بهترین دعایی که در سنت رسول کریم صلی الله علیه و سلم به خاطر خواستن شفا از بیماری و حتی خلاصی از سحر و جادو و خلاصی از شیاطین آمده در مورد ازی هست. ای دعا که یکی از دعای خیلی زیبا و مقبول هست، اگر ای 7 بار با اخلاص کامل، با فقه کامل و بدون کدام فکر دیگر در دماغ آدم خطور کنه، یعنی با اخلاص عام و تام قلبی و دلی اگر ای خوانده شود، الله سبحانه وتعالی دعای شما را منظور میگردانه و انشاءالله تعالی از مشکلات و از بیماری ها شما رهایی میفینه. ای دعا قسمی که از که اول باید 3 دفعه بسم الله گفته شود، بسم الله، بسم الله، بسم الله. و اصل دعایی است اعوذ بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر، اعوذ بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر. ای دعا باید 7 بار خوانده شود با اخلاص کامل، با یقین کامل. ان شاء الله تعالی الله سبحانه تعالی با بیمار شما یا بیماری خودتان که از او بیماری رنج میبرین، که اگر او بیماری جسمی فیزیکی باشه یا روحی باشه یا مسائل شیطان و سحر و جادو باشه، ان شاء الله که شما با خواندن این دعا شفایاب میشین بخیر. اما آنچه خیلی مهم است شرایط قبولی دعا است. باید این را بدانیم که یکی از عبادات بزرگ و مهمه که مسلمان به او مبادرت می‌ورزه و به او بسیار اهمیت باید بده دعا است. و شرایط هست برای اجابت دعا که تقریبا ما او را در 24-25 بخش مختلف نگاشتیم، اما دانه دانه هر کدام از این ما را شما میگم که کدام شرایط است که دعا را نزد الله سبحانه تعالی محبوب میگردانه و مستجاب میگردانه. اولین چیزی که بسیار مهم است در دعا، اخلاص در دعا است. دعا کننده باید از دل و جان اخلاص کامل داشته باشد که الله سبحانه تعالی خالق ما هست و دعای مرا الله ما قبول میکنه، درد هم از جانب خدا هست، بیماری هم از جانب خدا هست و شفایش هم نزد او تعالی است. پس اخلاص خیلی مهم است. وقتی که صحبت از اخلاص میکنیم، اینجا موضوع توحید و عقیده بسیار مهم است. انسان وقتی که اخلاص در دعا میکنه، او باید شرک نورزه، او باید نگه که به حق فلان و بسملان، به حق فلان ولی و به حق این و آن. ای اخلاص در دعا نیست. دوم چیزی که خیلی مهم است ای که دعا را به عمد و ثنای الله سبحانه و تعالی و بعد از اون با صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شروع کنیم و با همو دعا را ختم کنیم. چیزی که خیلی مهم است سوم ای است که انسان باید در دعا کردن خود به دل نباشد. مثلا اتنا گیا که یا الله اگه خواستی مرا بیاموز، یا الله اگر تو بخوایی این کارا با ما بکن. نه، در دعا باید مسلمان دودلگی نکنه و بسیار مطمئن باشه در قبول کردن دعا، یعنی با دل جان خود اطمینان داشته باشه که الله سبحانه تعالی دعای مرا قبول میکنه و دودلگ دعا نکنه. چهارم چیزی که خیلی مهم است در قبولی دعا، التماس کردن انگام دعا و شتاب نکردن و عجله نکردن است. متاسفانه ما بسیار زیاد به حوصلگی میکنیم، التماس کم میکنیم، عجله زیاد میکنیم، در حالی که باید التماس زیاد باشه و اصلا شتاب و عجله در دعا نباشه. یعنی بعضی کسا میگن که هرچی دعا کردم دعای ما قبول نشد. این درست نیست و در حقیقت این افکار انسان نیست. ی افکاری که دل میشه انسان و ای که میگه که من هرچی دعا کردم مستجاب نشد، این اصلا شیطان به او زرق میکنه. شرط پنجم قبولی دعا حضور دل است در وقت دعا کردن.
بنده باید حضور دل داشته باشد و از بارگاه رب منان با خشوع و با خضوع، با حضور دل، با اشک قلب دعا بکنه. شرط ششم دعا کردن این است که دعا کننده در سختی و آسانی دعا بکنه. اتو نشکه روز سخت بالای زیبه و ای به خداوند خدا نزدیک بکنه و هر روز نماز بخونه و تضرع بکنه و وقتی که الله سبحانه و تعالی دعای را قبول میکنه باز الله سبحانه و تعالی را ترک بکنه، نمازها را در وقتش نخونه، کندی و سستی و تنبلی بکنه و بالاخره با وساوس شیطانی لبیک بگوید و او وقت در وقت خوشحالی الله سبحانه و تعالی را فراموش بکنه. شرط هفتم قبولی دعایی است که خیلی مهم است و این عقیده یک مسلمان است. تنها و تنها الله سبحانه و تعالی را بخوانه، یعنی فقط الله را بخوانه. نگه که یا الله به حق فلان، به حق بسم الله، یا الله به حق فلان شاید شمشیری ولی، یا ابوالفضل، یا فلان بسم الله. نخیر، تنها الله سبحانه و تعالی را در وقت دعا کردن بخوانه. فقط تمام فکر و ذکر و قلب و هوش از رو بسوی الله باشه و بس. شرط اشتم قبولی دعا است که نسبت به خود و نسبت به خانواده خود، دارایی و فرزند خود دعای بد نبکنن، یعنی نسبت به خودش دعای بد نکنن، خانواده خود دعای بد نکنن، دارایی و مال و فرزندان خود دعای بد نکنن. متاسفانه در زمان بعضی از مردهای جامعه ما و در زمان بعضی از زنهای جامعه ما یک تک کلام است، میگه جان مرگ شوی یا فلان شوی، خدا تو را بزنه. شما چی میفهمید که اون وقت قبولی دعا است و راستی خدا را بزنه؟ نخیر، شما نسبت به خود، نسبت به خانواده خود، نسبت به مال و دارایی خود و نسبت به فرزندان خود دعای بد نکنید. هر کسی که خدا یا دوستای خدا یا خانواده خدا یا شوهر و یا خانم خدا دعای بد میکنه، این شرط اشتم قبولی دعاست، پس دعای از او مقبول نمیگرده، یعنی دیگه دعای از او مقبول نمیگرده، چرا او از خداوند بدی خواسته. شرط نهم قبولی دعایی است که با صدای آرام، با صدای بسیار با صبر، با بسیار خشوع، یعنی بین بلند بودن و آهسته بودن دعا بکنه باز به الله سبحانه و تعالی. متاسفانه اکثریت مردم ما با آواز بلند دعا میکنن یا چیخ میزنن یا خدا برای تو یا تو، استغفر الله العظیم. شرط قبولی دعا امی هست، شرط نهمش، که با صدای آرام بین بلند و آهسته دعا بکنه. شرط دهم قبولی دعایی است که بنده به گناه خود اعتراف بکنه و نسبت به طلب آمرزش به او گناه خود، یعنی طلب آمرزش بکنه از الله سبحانه و تعالی و همچنان نعمت هایی که الله سبحانه و تعالی برش داده به او اعتراف بکنه و شکر از او بجای بیاره. شرط یازدهم قبولی دعایی است که بعضی کسا وقتی که دعا میکنن بعضی خطیب ها را در بعضی مساجد مدیدن، در جاهای مختلف دنیا، حتی در بین عرب ها هم دیدیم و زیادتر در بین پاکستانی ها و اینگی ها زیاد است، مسلمان های هند و نیز در بین طبقه صوفیه در افغانستان مروج است که اینا وقتی که دعا میکنن کوشش میکنن دعای خدا یک قافیه و یک آهنگ بدن. اینا سعی میکنن که دعایشون قافیه دار باشه و به خاطر اینکه قافیه دعا برابر شده بسیار خدا به زحمت میسازن، یعنی به خاطر انشای دعای قافیه دار و اما هم ساختن از اون خود را باید انسان به زحمت نندازد و هی هم یک شرط قبولی دعاست. شرط دوازدهم قبولی دعایی است که در حالت فروتنی و بیمناکی و امید و ترس دعا بکنه. چهار چیز است: انسان در وقت دعا کردن فروتنی بکنه، بیمناک باشه، امید داشته باشه و ترس هم در قلب و در دل از او باشه. این خیلی مهم است عزیزان.
و شرط 13 قبولی دعایی است که اگر هر چیز را که با ظلم و با ستم با خدعه و با خیانت به دست آورده، مال حرام را به دست آورده، پول حرام را به دست آورده یا چیز را بالای مردم ظلم کرده، او را باید توبه بکنه و دوباره او را مسترد بکنه. شما باور میکنین عزیزان من که اگر من شما بگم که حتی اگر قلم از دوستتان نزدتان مانده، اما قلم میتونه که مانع قبولی دعای شما شه، الا اگر او به اشتباه نزد شما مانده باشه. اما شما میفهمین که یک قلم در پیش شما هست اما این مربوط شما نیست، این را میفهمید و باید او پس داده شود. پس در او صورت باید او را دوباره مسترد بکنیم. اصل بر این است که هر کسی که چیزی را به ظلم و ستم، به خیانت، به بهانه، به مکر و به حیله از پیش کسی گرفته و آلان که او مال از او نیست، اول توبه بکنه و بعد از او را دوباره مسترد بکنه و این شرط خیلی اساسی قبولی دعا است. اگر نزد شما چیزی از کسی هست و شما میدانید که مربوط شما نیست و او را نمیتونید، این یکی از موانع بزرگ در قبول نشدن دعای شما هست. شرط 14 قبولی دعا این است که 3 دعا را باید تکرار بکنه. این هر دعایی که میکنه که دعایی که جایز است بر اساس قرآن و سنت است، 3 او دعا شد. شرط 15 است که دعا کننده رو به طرف قبله باشد، یعنی رویش به سوی قبله باشد. شما اگر متوجه شده باشین، امامای مسجد وقتی که نماز خلاص میکنن روی خود در میتن باز دعا میکنن، در حالی که در سنت رسول کریم صلی الله علیه و سلم وقتی که روی خود در میدادن اونا ذکر میکردن، از کار بعد از نماز انجام میدادن و هیچ در سنت ثابت نشده که رسول کریم صلی الله علیه و سلم روی خدا دم داده باشه و دست جمعی دعا کرده باشه، یعنی دست خدا بالا کرده باشه در حالی که رویش خلاف قبله باشه و دست خدا بالا کرده باشه و مأمومین یا کسایی که در پشت رسول کریم صلی الله علیه و سلم است و هم دست خدا یک جای بالا کرده باشن، یک جای دعای دست جمعی کرده باشن. شرط قبولی دعایی است که مسلمان رو به طرف قبله باشه. شخصا من خودم وقتی که دعا میکنم رویم به طرف قبله و سعی میکنم در محل پاک باشم و سعی میکنم بالای سجاده باشم. از شرط 16 دعایی است که دستهای خدا انگام دعا مسلمان بلند بکنه. بالا کردن دست سنت است و رسول کریم صلی الله علیه و سلم به حد دستان مبارک خود را بالا میکردند که سفیدی دستان مبارکشان از زیر آستینشان به نظر میرسید. یعنی این هم شرط قبولی دعا است که دستها بلند شود. شرط 17 دعا این است که قبل از دعا باید مسلمان وضو بگیرد و وضوی کامل بگیره و این بسیار ضرور است در صورتی که میسر باشه. اما در صورتی که یک چیزی که دفعتن رخ میده و شما دعا میکنین اگر وضو نداریم باز هم ایراد ندارد، اما شرط خیلی اساسی و زیبایی که باید انسان در مقابل الله سبحانه و تعالی میسته و دست دعا را بلند میکنه با وضو اگه باشه، این احسن است. شرط 18 دعایی است که انگام دعا همراه بالا بلند کردن صدا خواست چیزهای ناروا و غیر ممکن و از حد اعتدال تجاوز نکنه، یعنی دعا کننده صدای خود بلند نکنه، چیزهای ناروا را از الله سبحانه تعالی نخواه و میفهمه که یک چیز غیر ممکن است او را نخواه و از حد اعتدال خود تجاوز نکنه. بسیاری از دخترها و پسرهای جوان در جنون عاشقی بنابر وسوسه های شیطانی و بنابر شهوات
اینا با یک دیگر اختلاط میکنن یا مختلط میشن و فکر میکنن که من عاشق هستم، من باید اینا با یه عروسی بکنم. با وجود که بین اینا بسیار تفاوت هست، از نگاه به طور مثال از نگاه مذهب و فرقه اینا مشکل دارن و از نگاه فامیلی و خانوادگی اینا تفاوت های دارن. یعنی یک عقل سلیم میگه که این ممکن نیست، اما باز هم چیزهای ناروایی را اینا از الله سبحانه و تعالی میخواین، یا چیزهای غیر ممکن که در عقل انسان میگه که غیر ممکن است، و یا چیزهایی که انسان عده تالا در اون مراعات نمیکنه. این شرایط قبولی دعاست که باید این چیزها را آدم از الله سبحانه و تعالی نخواه. فقط دعای جایز، نه چیزهای ناروا. که مبحث عشق و اینا یک مبحث مکولی علایده هست که در باره از خیلی چیزها ما نوشته کردیم، مضامین متعدد در صفحه ما هست که شما میتونین از او استفاده بکنین، که در اینجا گنجایش ندارد چون این موضوع را به درازا میکشه. شرط 19 قبولی دعا ای است که قبل از این که دعا برای دیگران انسان میکنه، اول برای خود دعا بکنه. اما در اینجا یک موضوع هست، به ثبوت رسیده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر خود شروع به دعا کردن و همچنین این ثابت است که شروع دعایشان برای خودشان نبوده. یعنی دو حالت داشته، مثل دعای رسول کریم صلی الله علیه و سلم برای انس، برای ابن عباس و ام اسماعیل و دیگران که جهت اطلاع شما میتونید که شرح صحیح مسلم از امام نووی صاحب مطالعه بکنید. شرط 20 قبولی دعایی است که با نامهای نیک الله سبحانه و تعالی و صفات بلند مرتبه الله سبحانه و تعالی و یا با اعمال صالحی که خود شخص دعا کننده در زندگی خود را انجام داده، مثلا یک دختر به این تمکین کرده و این را رد کرده و نخواسته که گناه کبیره از این سر بزنه، و یا یک کار نیک را انجام داده، یعنی این سیومش بود، و یا بدعای شخص صالح. چارم، بدعای شخص صالح که زنده و در قید حیات باشد دعا کننده متوسل شد، نه به شخص صالح که او فوت کرده. شرط 21 است، اما این شرط خیلی مهم است که خوراک و لباس دعا کننده حلال باشد. خوراک و لباس دعا کننده حلال باشه، لباسش هم حلال باشه و خوراکش هم حلال باشه. از پول رشوت، از پول کذب، از پول دروغ. وقتی که من میگم حلال، این در برگیرنده یک دایره بسیار بزرگ حلال است. شما معلم هستین، وظیفه تان این است که ساعت 8 صبح باید در صنفتان باشین و ساعت 5 دیگر از صنف براید. اگر شما یکم ناوقت میرسین، باید مدیرتان یا مدیر مکتب باید اینه بفهمه، پیشش خدا نشان بدهیم که اینه من 10 دقیقه 20 دقیقه ناوقت آمدیم. و وقتی که شما ساعت 5 بجه خارج نمیشین، 4:30 خارج میشین، این نیم ساعت پولی که شما برای شما داده میشه هی حرام است. شما باید از عامرتان اجازه بگیرید. متاسفانه این یک مثال زود در باره معلمی. همینطور بسیار کسایی هست که در دفاتر کار میکنن و اینا چی میکنن؟ کمی ناوقت میرن و وقت میبراین، از سرم میگیرن، از بالام میگیرن و ای پولی که در یک ساعت و نیم ساعت و 20 دقیقه و 10 دقیقه که بر اینا داده میشه، این از رای حلال نیست و این میتونه مانع قبولی دعای شما شه. پولی که یک انسان به رشوت او را به دست آورده و از او بر خود و بر اولاد خود این لباس تهیه میکنه و یا غذای تهیه میکنه یا خوراک تهیه میکنه یا آذوقه میخره، این پول درآمد حلال نیست. وقتی که درآمد حلال نبود، پس او لباس هم حلال نیست و غذایی که میخره هم او حلال نیست. شرط 22 قبولی دعا ای است که به خاطر انجام یک گناه، به خاطر انجام یک عمل منکر باید دعا کننده دعا نکنه. مثلا او خدا ای را تباه و برباد کن، این درست نیست. شما تباهی یک نفر را بخواین، این درست نیست.
یا بگین که یا الله کاش که این دختر با ما راضی شود که با ما بیرون بره. استغفر الله، این حرام است، این گناه است. اختلاط مرد زن گناه است. امثال از این بسیار چیزایی هست که در فکر انسان میگردد که اون گناه است. یعنی دعا کننده به خاطر ارتکاب گناه دعا نکنه و دعا کننده صله رحمه با خیشانده خود قطع نکنه. کسی که صله رحمه قطع کرده و او از جانب عظیمی کسی است که دعا میکنه، دعای از او معلق میکنه. یکی از شرط های قبول نشدن دعا عمی است که دعا کننده با گناه به خاطر ارتکاب گناه دعا کرده و دومی که این صله رحمه قطع کرده. شما باید به خاطر ارتکاب گناه دعا نکنین و شما باید صله رحمه را اگر قطع کردین و تمام این 21 شرایط یا 24 شرط دیگر شما دارین، اما یک شرط نداریم، باز هم دعای شما مقبول نمیگردد. شرط 23 قبولی دعایی است که دعا کننده امر به معروف و نهی از منکر بکنه. اکثریت ما شما در جامعه بین ما ایام شده که مرا چی؟ مرا چی؟ موسی به دین خود، عیسی به دین خود، باز از پای خود، گوسفند از پای خود و عیسی است. هر دوی این مقوله اشتباه است، درست نیست و این خلاف آداب و اندوخته های مکتب اسلام است. نخیر، این وجیبه هر مسلمان است، هر مسلمان که امر به معروف بکنه و نهی از منکر بکنه. شما اگر چیز را در اینترنت، در فیسبوک، در واتساپ یا در جایی میبینین از دوستتان، از رفیقتان چیز سر میزنه، باید او را به معروف امر بکنید. کسی که کل نمازی میکنه باید او را امر بکنید. کسی که از قرآن دوری کرده، قرآن نمیخونه، 24 ساعت موسیقی در گوش است، این واجبه شما هست که او را شما منع بکنید. برش بگویم که برادر، خواهر مسلمان، این موسیقی حرام است. و چطور یک نفر که در گوشش موسیقی هست و او به الله دعا کنه و او امیدم داشته باشه که دعای ازی مقبول بگرده؟ یعنی شرط 23 قبولی دعایی است که مسلمان یا امو دعا کننده امر به معروف بکنه و نهی از منکر بکنه. اگر کسی یک کار منکر میکنه او را باید نهی بکنه. و آخرین شرط، و شرط 24 قبولی دعایی است که از تمام گناه ها یادن دوری بکنه. شخص دعا کننده کوشش کنه که از دعا از تمام گناه ها دوری بکنه، علی خصوص زنان و خواهران از گناهان کبیره، که اینا فکر نمی کنند چقدر گناه کبیره هست. سخنچینی، غیبت. برادر ما پرسان کردند که اگر من غیبت کنم در پشت کسی، آیا خداوند دعای مرا قبول میکنه؟ این 24 شرط که من برای شما گفتم که انسان باید از تمام گناه ها دوری بکنه، از غیبت، از نمامت، از سخنچینی، از این چیزا باید دوری بکنه اگر میخواه واقعا الله سبحانه و تعالی دعای از را قبول بکنه. پس اگر انسان بر گناهان مبادرت بورزه و باز دعا بکنه، چگونه امید میرود که الله سبحانه و تعالی بزودی دعای از را قبول بکنه؟ دعا از بهترین عبادات است و به خاطر منزلت و بزرگی و مکانت و والایی که دعا داره، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث صحیح به عنوان عبادت تعریف و توصیف کرده. پس به این سبب است که نصوص و عبارات سری بسیار زیاد در کتاب سنت دال به بزرگی و بلندی شان و مقام و اهمیت دادن به دعا آمده و این بگونه است که از جهات مختلف مشتمل به موضوعات و مقاصد متنوعی است، موضوعاتی که در واقع شان و مقام عالی دعا، تشویق و ترغیب و احیانا امر به متوسل شدن به او را میرسونه. همچنان دار به تجلیل و ستایش از دعا کنندگان و برخوردار شدن اونا از پاداش عظیم است. و از جهت دیگر مسلمان ها
برشان گفته میشه که از سستی و بیتفاوتی نسبت به دعا برحذر باشند. و بالاخره الله سبحانه و تعالی چگونگی و طریقی دعا کردن در قرآن کریم ارائه میکنه به بندگان خود که چگونه دعا بکنن. و ما این آیه مبارکه را به شما میخوانم و درباره از این روشنی های را از سنت بر شما پیشکش میکنم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين. پروردگار خدا با آلت زاری و فروتنانه و پنهانی به کمک بخوانید، یعنی در دعا با بلند گردانیدن صدا یا درخواست ناروای خود از حد اعتدال تجاوز نکنید که او تجاوزکاران را دوست نمی دارد. و در زمین بعد از اصلاح او فساد نکنید و الله سبحانه و تعالی را پیوسته بیم ناکانه امیدوارانه به فریاد و یاری خود بخواهید. بیگمان رحمت الله سبحانه و تعالی نسبت به نیکوکاران نزدیک است. و در آیه دیگر سوره غافر آیه 65 الله سبحانه و تعالی می فرماید هو الحی لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمين. او خدای است زنده و جاوید، جز او خدای نیست، پس او را به فریاد خوانید و دین و عبادت را خاص او گردانید. فقط او سزاوار سپاس و ستایش است که سزاوار پروردگار جهانیان است. و در سوره بقره الله سبحانه و تعالی می فرماید و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. و چون بندگانم از تو درباره من بپرسند که من نزدیکم یا دور، بگو من نزدیکم و دعای دعا کنندگان را انگامی که مرا بخواند اجابت میکنم و نیازش را برآورده میسازم. پس آنان هم دعوت مرا با ایمان و عباداتی که برایشان فرض نموده ام بپذیرند و به من ایمان بیاورند، باشد که راه یابند. و همچنان الله سبحانه و تعالی می فرماید و قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. پروردگارتان فرموده است مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. در حقیقت کسانی که از پرستش من کبر می ورزند به خاری و پستی وارد دوزخ خواهند شد. آیات که در قرآن در مورد دعا و طریقه خواستن دعا از بارگاه رب منان آمده عزیزان خیلی زیاد است. با همین چند آیه مبارک که من خدمت شما پیشکش کردم اکتفا می کنیم. اما این دعایی که من بر شما امروز پیشکش کردم باید در این دعا بسیار اخلاص باشه، در خود دعا کننده باید اخلاص باشه. ای بود خلاصه مبحث امروز که جوابده اکثریت سوال های شما عزیزان است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والحمد لله رب العالمین. آمین.